درود بر شما یاران، همراهان، بینندگان عزیزی که ما را میبینید و میشنوید. امروز شنبه 21 نوامبر برابر با اول آذر 1399 گفتگو میکنیم در برنامه فراسوی گذار، برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد. گفتگو میکنیم با آقای دکتر کوروش پارسا. دکتر کوروش پارسا، درود بر شما. درود بر شما جناب آقای بدی، خیلی ممنون. سلام میکنم به بینندگان شما و از شما تشکر برای دعوتتون. من سپاسگزارم از حضور شما. این روزها فکر میکنم که کمتر کسی هست که در شبکه‌های اجتماعی و در عرصه مبارزه برای آزادی شرکت داشته باشه و کوروش پارسا رو نشناسه، ولی برای دوستانی که کمتر آشنایی دارن، من میخواستم در یک دقیقه خودتون و فعالیتاتون رو، موقعیت به اصطلاح اقامتتون رو و موقعیت‌های دیگه‌ای رو در بخش‌های اقتصادی اجتماعی توضیح بدید. بفرمایید آقای پارسا. آقای بدی، من کوروش پارسا هستم. خیلی ممنون که لطف دارین شما. من به هر صورت ساکن نیویورک هستم، 40 سال ساکن نیویورک هستم و فعال سیاسی و حقوق بشر در ارتباط و مسائل ایران. در آمریکا هم به اصطلاح به عنوان یک ایرانی آمریکایی فعال اقتصادی در زمینه‌های نسل پنجم مخابرات بی سیم 5G، شرکت من در واقع کار اختراعی انجام میده و برای شرکت‌های بزرگ دنیا به خصوص شرکت‌های ژاپنی در واقع تحقیق و توسعه و اختراع در زمینه 5G انجام میده. حدود 30 سال هستش در کارهای حقوق بشر و فعال دموکراسی در ایران در جایگاه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف و گروه‌های مختلف دموکراسی خواه من مشغول بودم. بله، سپاسگزارم از شما آقای پارسای عزیزم. با معرفی بسیار بسیار کوتاه و موجزی که انجام دادید، علت دعوت شما و اینکه با بینندگان به ویژه عزیزانی که در ایران هستند، در کنش و مبارزه هستند برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر فعالیت میکنند، شرکت شما در این برنامه بسیار بسیار کارساز هست و ارزشمند. آقای پارسای عزیزم، با توجه به حضور به اصطلاح میشود گفت مؤثر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آمریکا و این مدت طولانی تحولاتی که در آمریکا گذشته و شما نه تنها درش نقش داشتید، شرکت داشتید، حضور هم داشتید و بنابراین میتونید تصویر نسبتاً میشود گفت کاملا واقعی از پدیده‌ای که ما بهش بهتره خب به طور خلاصه بگیم پدیده ترامپیزم، یعنی برآمدن یک جریانی که عمدتاً یک میشود گفت از نظر تاریخی در آمریکا یک نوعی فرازی بود در مبارزات دموکراسی خواهی، حقوق بشر و یک مقداری از اون مشکلات و بحران‌های داخلی رو نظیر نجات پرستی، نظیر اختلافات طبقاتی، نظیر برنامه‌های حزبی رو، برنامه‌های به اصطلاح انتخاباتی رو و نقش نیروها رو به میان آورد. من می‌خواستم از شما خواهش می‌کنم در قسمت اول توضیح بفرمایید پدیده ترامپیسم چیست و علت برآمدن اون چیست و در واقع از اگر بخوایم 2016 بگیم این آغاز شد، شما نظرتون راجع به این پدیده چی هست؟ بفرمایید آقای پارسا. خیلی ممنون. من سعی میکنم موجز در طول 4 دقیقه سعی میکنم این رو مطرح بکنم. به هر صورت توی آمریکا، خب آقای ترامپ حضورش در صحنه سیاسی آمریکا با داستان زیر سوال بردن تولد اوباما در آمریکا
شروع شد. در واقع اون اولین باری بود که اکسپرشن بیان سیاسی در آمریکا داشت. کسانی که خب طبعا تئوری‌های توطئه و ضد سیستمی داشتن، البته مخالفت با سیستم با یک دید مثبت مثل مترقی یک چیزه، با یک دید منفی راستگرایانه ضد دولت بودن به عنوان دولت عاملی که مالیات میگیره و به اصطلاح یک سری خدمات اجتماعی رو انجام میده، به اصطلاح از اون منظر این یک راستی در آمریکا همیشه بوده که میخواد خودش مالیات نده و خودش مستقل از دولت میدونه و همه چی رو توطئه میده. این یک قسمت. و قسمت دومی که دستاوردهایی که در عرض 8 سال دوران اوباما برای نجات پرستی و به اصطلاح خود آمدن یک آمریکایی سیاه‌پوست در مستر در موقعیت ریاست جمهوری و تمام دستاوردهای دیگه که در زمینه‌های مختلف، چون فقط مسئله به قول معروف رنگین پوستان نیست، سیاه قهوه، خب بخش‌های مختلف همجنسگرایان، گرایشات مختلف جنسی در جامعه، این به صورت مجموعه این اقلیت‌هایی که به صورت قدم به قدم حقوق خودشون رو حقوقشون گسترش پیدا میکرد، یه بخشی از جامعه رو دچار وحشت کرد طبعا و یک بخشی از جامعه به صورت توانایی جذب و هضم این رو نداشت و همیشه در حال عقب نشینی و اون نیروی پتانسیل، نیروی اونجا به صورت ذخیره شد در یه بخشی از جامعه که هم متوجه نبود هم درک نمی‌کرد. همین که یه بخشی هم در بخشای از جامعه بودن، آمریکا بودن، که در بخشای حومه و روستاها که کم کم کمتر به این مسائل آشنا بودن، در نتیجه قابل جد. قسمت سوم اقتصادیه که خب طبعا جهانی شدن، به اصطلاح جهانی شدن در مقیاس کلان، یه بخشی از جامعه آمریکا رو طبعا به ضربه خورده. خب جهانی شدن یه بخشی از مثلا حدود 60 میلیون کار های تک داریم در آمریکا. خب اون بخشی که های تک هستن خیلی طبیعی انجوی میکنن، تو بخش سرویس هم فکر نمیکنم مشکلی باشه. بخشی از مانیفکتچرینگ سکشن که توی سه ایالت معروف هم داشتیم که ایالت میشیگان، ایالت پنسیلوانیا و ایالت ویسکانسین که دفعه قبل تعیین کننده شد، طبقه کارگری داشت، کارش در بخش هایی بود که ضربه خورده بود به خاطر این جهانی شدن. این شعارهای ناسیونالیسم اقتصادی و آمریکا اول که ممکنه در کشور جهان سومی زیاد چیز عجیب غریبی نباشه، خب مملکت خودش آدم بخواد جلو ببره، ولی برای کشوری که قدرت جهانیه و 10 بار قدرت نظامش بیشتر از مجموعه 10 تا کشور بعدی و یک نیروی هنوز قدرتمند اقتصادیه، از زور نظامی استفاده کردنش و از موقعیتش استفاده کردن برای پیشبرد منافع کوتاه مدت اقتصادیش، دنیا رو دچار مشکلاتی میکنه که ما دیدیم. ولی به هر صورت اون بخش از جامعه هم ناراضی بود. مجموعه و معمولا 8 سال، زمانی که 8 سال شما دموکرات در کاخ سفید داری خیلی مشکله که 8 سال 4 سال بعد دوباره دموکرات داشته باشید. مجموعه این مسائل باعث شد که و شعارهای ضد خارجی که مثلا که اپیل میکرد، در واقع خیلی روشن اپیل میکرد به بخشی از جامعه آمریکا، بخش نجات پرستر و بخشی که نگران بود، در صورتی که کارهای مثلا این مثلا حراسی که از خارجی داشتن با اصلا قابل توجیه اقتصادی هم نیست، بیشتر جنبه زنوفوبیا و مخالفت با خارجی و اون گرایش های نجات پرستی هستش که تو بخشی از جامعه دامن زده میشه و حتی ممکنه به اصطلاح فکر بکنه که این شغل هایی رو که از دست داده. البته موقعیت بیکاری، وضعیت نرخ بیکاری زیاد عجیب و غریب نبود، حالت خیلی پایینی بود زمانی که اوباما از به اصطلاح کاخ سفید اومد بیرون و البته متوجه هستم که نارضایتی در بخشی از جامعه وجود داشت که به اصطلاح که میشه به اصطلاح ریشه یابی هم کرد به سیاست های غلط، به اصطلاح سیاست های نه غلط. مجموعه حاکمیت در زمانی که این جابجایی ها صورت میگیره، خب طبعا وظیفه داره که آموزش بده و مثلا از طبقه ای که بخشی که کارش داره از دست میده مثلا حفاظت بکنه و درست به اصطلاح زمینه رو آماده بکنه برای کار بعدی، که این کار به درستی مثلا انجام نشد. در نتیجه مجموعه این نارضایتی ها باعث شد که
رای بیاره، با اینکه 2 میلیون 3 میلیون رایش کمتر بود از کلینتون و بخصوص با 23,000 رای که در ایالات تعیین کننده به اصطلاح آورد، ایالات میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا، واقعا همون طبقه کارگر اون رای خاص و بخصوص نگلیجنس، یعنی به اصطلاح عدم دقت تیم دموکرات ها و اشتباه فاحششون در توجه نکردن به اون بخش از جامعه و حتی از لحاظ کمپین انتخاباتی اشتباه فاحششون باعث شد که در واقع شکست بخورن و ترامپ به کاخ سفید راه پیدا بکنه. در خدمت هستم چون میخوام خودم رو وقت نگرفتم، نمیخوام زیاد از وقتم عبور کنم. صداتون بسته است. آقای پارسای عزیز، عامل خارجی در این قضیه حتما نقش داشت. این رو یعنی در واقع تبلیغاتی که علیه بسرا خانم کلینتون صورت گرفت از توسط شبکه‌های اجتماعی که بعد معلوم شد حتی نزدیک بود که به این پیچ کشیده بشه و مسئله اوکراین و که بعد در جریان ریاست جمهوری ایشون رخ داد و اون 2 سال پیش در واقع در رابطه با کمکی که قرار صورت بگیره به اوکراین و بعد اونا منوط کرده بودن به این که برای پسر آقای بایدن پرونده سازی بشه و اینا، یعنی اینا در واقع سوء استفاده از قدرت در این منافع شخصی بود. حالا اگر بخوایم دو قسمت دوم بپردازیم، اگر اجازه بده من 2 نکته یه خیلی سریع بگم این قسمت رو که به هر صورت یک عامل خارجی درسته و استفاده هم شد، روسا هم شرکت داشتن یه مقدار تون اطلاعاتی که داشتن میدادن، ولی نکته اساسی این بودش که خود خانم کلینتون یک دافعه نسبت به کلینتون هیلری هم وجود داشت که دافعه من اسمش میذارم 5-6% که 5-6% ولی این 5-6% واقعا شما نگاه کنین سقف رای کلینتون دفعه قبل 47% بود، مال بایدن 52% بود این دفعه توی آمار و این نشون میده که یه بخشی از جامعه مثلا حتی مستقلا دافع داشتن، اونها کاپیتالایز کردن، از اون استفاده کردن، مسئله ایمیل ها بود، مسئله چیزای دیگه بود، همیشه نسبت به اون کلینتون ها یک خود کاراکترشون و به خصوص هیلری راست زیاد سرمایه گذاری کرد و تبلیغ کرد و در نتیجه اون مسئله هم وجود داشت و روسا هم کمک کرد، ولی من اون رو ثانویه میبینم، اون مسئله روسا رو یعنی عامل تعیین کننده نبود. بله. حالا یه نکته ای که در واقع در این رابطه هست، در دوره جدید یعنی در انتخابات 2020، نوامبر 2020، مدت ها پیش از این که اصلا انتخابات صورت بگیره، مدت ها که عرض میکنم فعالیت های انتخاباتی که صورت گرفت، دستاویز هایی بود که در حال حاضر منجر به این شده که برای اولین بار میشود گفت در تاریخ آمریکا، در تاریخ 200 و چند ساله که از جمهوری در آمریکا میگذره، ایشون خلاف سنت ها در واقع دو کار رو به پیش میبره که واقعا به دموکراسی، به روح دموکراسی که شما هم به عنوان یک فعال بشر قبول دارید که دموکراسی در حقیقت دستاورد بشره، دستاورد بشره. این یعنی چیزی نیست که مثلا کشور سرمایه‌داری است یا غیر سرمایه‌داری، بلکه همون جور که حقوق بشر و این پیشرفت‌هایی که در امر اعتلاء حرمت انسانی پیشرفته دستاورد بشریته. ولی اقداماتی که همونطوری که گفتی سوء استفاده از اینها در جهت اولا نفرت پراکنی که این مسئله مهمیه، دوم در رابطه با بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به صندوق رأی و نسبت به در واقع رأی اونها و اینکه روزنامه‌ها و مجلات و تلویزیون‌ها و رسانه‌ها اصلا اینا همه به قول خودشون واژه‌ای می‌گن فیک هستن، یعنی نسبت به وسایل ارتباطات عمومی که ما می‌دونیم آزادی رسانه‌ها یکی از اصول اساسی دموکراسیه، آزادی بیان و به اصطلاح صندوق رأی. شما فکر میکنید این عامل توسط ایشان صورت گرفت، چگونه بارسم
یک طرف 70 میلیون به این رأی دادن و بعضیا این رو خیلی به اصطلاح مورد میشود گفت یک مقداری مورد دلسردیشون شد و اینکه بالاخره 70 میلیون در آمریکا به ایشون رأی دادن، 71 میلیون تقریبا به ایشون رأی دادن و با وجود اینکه اگر بخوایم کارنامه‌شو که الان شما مطرح میکنید، الان آقای پارسا رو اگر من بپرسم که کارنامه ایشون چی است، با وجود اینکه مردودی داره و حداقل از نظر شما و خیلی کسای دیگه، چگونه باز هم تعداد زیادی به اون رأی دادن، این رو عامل چی میدونید؟ بفرمایید. خب به هر صورت جنبش مثلا میتونه راستی باشه، میتونه مترقی باشه، یک مثلا برآمدش به دولت یک جنبش دست راستی هم پشتش بود، بخشی از جامعه هم کاملا مسحور شده، یک بخشی از صحبتاشو کاملا باهاش احساس نزدیکی و همدلی میکنن و همون درجه نجات پرستی که داره در حد اینکه ضد مسلمان ها، ضد مکسیکی ها، ضد اینا حرف زنه توی بارها و توی منظورم بارها نه بار و جاهای دیگه، خب یه بخشی از جامعه خیلی راحته و معنوسه باهاش، ضد زن و جوانب مثلا شوبینیستیش، یعنی این ریشه توی خود بخشی از جامعه که همونجوری گفتم بخشای روستایی و کمتر هومه ها، به تدریج زنان هومه برگشتن و به اصطلاح بال یکی از بالهای پیروزی بایدن شدن، جوان ها هم با قدرت زیاد برگشتن و این رو من برعکس نگاه میکنم، اتفاقا بیرون انداختن یک رئیس جمهور در دور دوم کار حضرت فیله، خیلی مشکله تو اگر خیلی خرابکاری هم کرده باشه از لحاظ اقتصادی هم، چون بسیار کسری بودجه بالا زیاد بالا آورده و این کسری بودجه بسیار هنوز تأثیراتش ما نمیبینیم، اینو 4 سال آینده بعدا خواهیم دید، به تدریج این مشکل بختک میشه، فعلا به خاطر از لحاظ کار و میزان و بیکاری و اینا و شماره‌هاش بد نبوده، ولی به هر صورت مشکلات عمیق‌تر رو نتونسته حل کنه، ولی مردم روی همین شماره‌های معمولی و حتی بخشی از بازار هم از 4 سال مثل زمامداری ایشون، خب بازار بورس هم هی بالا رفت، اینم به خاطر اینکه بازار سهام دوست داره که این مقررات زدایی بشه و این اشتباه است، این رو بعدن ضربه رو خواهد دید، ضربه رو خود جامعه باز هم بیشتر میبینه، شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه، این کسری بودجه هم در آینده تبدیل به تورم میشه و دوباره طبقات پایین رو مثلا بهشون ضربه خواهد زد، یه خورده مثلا از لحاظ پیچکشون حقوقشون اگه یه خورده کم، همه کمتر مالیات دادن، ولی همه کمتر مالیات دادن این معنیش خوب نیست اصلا، این باید برعکس طبقات بالاتر، خود وارن بافت خود خیلی از چیزا معتقدن و همه معتقدن برای به اصطلاح فانکشنینگ درست دولت و دولت رفاه داشتن باید مالیات ها به صورت تصاعدی از طبقات بالاتر بیشتر بشه که بتونه به اصطلاح خیلی از کارها و سوشال سرویسز رو انجام بده، این درست برعکس خب کم کرد و خب طبعا یه قسمت دیگه‌ش هم اینه که خب همون بودجه‌ای هم داشتن رو در زمینه‌های نظامی بخش زیادیش دارن خرج می‌کنن، بخش جمهوری‌خواه به هر صورت هم مجلس رو داشتن، سنا رو داشت، البته مجلس رو از دست داد، در نتیجه به اصطلاح عمل کردش از لحاظ اقتصادی میتونه متوسط باشه، ولی کار خیلی درست هیچ کدوم از به اصطلاح پرامیس وعده های خودش هم عمل نکرده، به لحاظ بهتر کردن وضعیت به اصطلاح طبقات کارگری که کارشون از دست داده بودن، طبعا در ماهیتش هم نبوده که به اون چیزا برسه و این شکاف طبقاتی رو مثلا اون مسائل رو هم مثلا یه خورده راجع به این که مثلا و مهمتر البته از معاهدات بین المللی که بیرون اومد و اونها رو باعث به اصطلاح نارضایتی بخش زیادی از جامعه شد، فرهیختگان شد و بخشای مهمی از جامعه و اقتصاد جامعه سر این طبعا ناراضی شدن و بیشتر هم به اصطلاح هم معاهده مهمترینش معاهده پاریس بود از لحاظ و عقب بردن مسئله توسعه پایدار در سطح کلان دنیا و مسئله محیط زیستی، ضربات سنگینی از این نظر زده
و مثلا طبعا اون قسمت ها رو در خود آمریکا کمتر میشه اندازه گرفت ولی در سطح جهانی میشه اندازه گرفت. شما این قسمت ها رو مستثنا کردین. در نتیجه کارنامه ایشون رو اگه بررسی بکنیم، من فکر میکنم که اگر من دارم بیراه میرم، شما لطف کنیم من در راه صحیح بندازین. من دقیقا یک بار دیگه سوال رو به من بگین که من میخواستم چون به اصطلاح برای این قسمت اول برنامه مون به پایان میرسه و قسمت در قسمت دوم سوال دیگر مطرح کنم، اگر بخواید خیلی خلاصه به ایشون نمره برید به عنوان یک شهروند که حق رأی دارد و رئیس جمهوری را انتخاب کرده است در دو، یا به هر حال اگر به ایشون هم رأی نداده باشید ولی از 2016 رسما ایشون رئیس جمهور آمریکا بوده و قاعدتا تا 20 ژانویه باید باشه، اگر بخواید به ایشون نمره بدید در دو زمینه، در زمینه داخلی و خارجی. حالا در زمینه داخلی مسائل دولت رفاه هست، مسائل حفظ محیط زیست هست، در زمینه این مشکل نژاد پرستی و به اصطلاح تنفر افکنی هست، این سری مسائلی که بالاخره دموکراسی هم مهم بود. به شما سوال کردید، من اونو یادم رفت، الان با اجازهتون صحبت میکنم. اگر در زمین داخلی اگر بخواید نمره بهش بدید چه نمره میدید و دلیل خودتون هم برای نمره بگید. در زمینه بین‌المللی این رو که اگر بگید ما قسمت اول صحبتمون به پایان میرسه. بفرمایید. به طور کلی در زمینه بین‌المللی من فکر کنم تقریبا F بهش بدم، با اینکه یعنی تقریبا صفر بدم، ضمن اینکه در مقابل چین هم حتی اگر دموکرات ها این سیاست ها رو ادامه بدن به صورت خیلی دیپلماتیک و خیلی متفاوت و در همگامی با اروپا و یک متد دیگه، در نتیجه اصلا مجموعه سیاست های خارجیش همه در حد مثل روستاهای خود آمریکا بوده و اصلا قابل شماره دادن هم نیستش. در لازم داخلی معذرت میخوام، خیلی سریع نمره صفر دادم من نمره صفر دادم برای یعنی F دادم. در داخلی هم واقعا مثلا البته به من نگین به خاطر مثلا مخالف شدید بودنش بوده، من واقعا فکر میکنم که اینجوری هستش و ضربات سنگینی به مثلا اعتبار بین‌المللی آمریکا، ضربات سنگینی به اینکه یک موقعی آمریکا به هر صورت حالا سیاستش رو نقد داشته باشیم نقد نداشته باشیم، در جاهای زیادی باهاش میتونیم مخالف باشیم، ولی یه بخشش اینه که به اصطلاح نماد دموکراسی و حقوق بشر در دنیا میتونست باشه، زمینه که خودش اشکالات زیادی هم داره. از این نظر کاملا همه چی رو برگردون تا جایی که من خودم فکر میکنم، خب حالا آلمان و فرانسه حالا نماینده دموکراسی و حقوق بشر هستن برای مدتی که ترامپ این پرچم رو گرفته گذاشته زمین. در زمینه داخلی مهمترینش حقوق مدنی که ضربات سنگینی زده، F میگیره. در زمینه دولت رفاه که من اصلا از اون نظرم واقعا هیچ کار، به خاطر اینکه در کوتاه مدت وضعیت مالیات شرکت های بزرگ کم کرده بود، یه مقدار شماره های کار بیشتر شد ولی در تحلیل نهایی به ضرر خواهد بود. حتی بازار هم که 4 سال رشد نشون داد، سال آخر به خاطر کووید تمام رشداشو پس گرفت، البته باز دوباره الان هم به حالت معمولی بازگشته، ولی اونها مثلا شاخصایی نیستن که ما اندازه بگیریم وضعیت رفاه مردم رو. شاخص اصلی همون فاصله طبقاتی هستش و باز دوباره میزان بیکاری و اون آینده که تورم به اصطلاح خواهد. در نتیجه اون بخش اقتصادی رو من سی میدم، یعنی حدود بی سی اونورا میدم چون نمیخوام زیاد تند برم راجع بهش. بخش حقوق مدنی رو خیلی و فرهنگی و نژادپرستی که خیلی بدی. مهمترینش بنیادهای دموکراسی در آمریکا رو ضربات سنگینی زده. ایشون چه به حملات سنگینش به رسانه‌ها و انتقال قدرت که الان داره انجام میشه. ضرباتی که به انتقال قدرت داره میزنه در از 200 سال گذشته غیر آن پرسیدنت یعنی تا حالا وجود نداشته و این البته قدرت سیستم رو نشون میده، داره تست میشه که یک شخص به اصطلاح دلغکی در واقع داره تمام بنیادهای سیستم رو داره تست میکنه و میخواد رأی مردم رو بیرون بندازه. ولی همونجوری که من همه جا تو بحث‌های مختلف به طور واقعی میگم زنده باد جمهوری، یعنی که
رأی های مردم تا آخر شمرده خواهد شد، رأی های قانونی، و اون تعیین کننده میشه. البته در چارچوب قانون، متوجه هستم سیستم الکترال داریم، ولی این پایه، زیرپایه سیستم مجمع برگزیدگان هم آرای مردمه که این آرای مردم تا آخر تعیین کننده خواهد بود. حتی دادگاه ها هم نمیتونن از اون تخطی بکنن. طبعا مردم هم حق نافرمانی رو دارن اگر همچین احتیاجی نیست، ولی این باید به صورت قانونی و رعایا قانونی در چارچوب قانون تا آخر شمرده بشه. و همونجور که در جورجیا نشون داده شده، حتی جمهوری خواها جورجیا رو دارن، هم وزیر کشور هم استاندار همه مال اوناست، ولی تایید کردن دوباره دست با دست شمردن. و در پنسیلوانیا و میشیگان هم همین اتفاق خواهد افتاد و امیدوارم و ما این ضربه‌ای که داره سعی میکنه بزنه پروسه دموکراسی در آمریکا و انتقال قدرت رو، فکر کنم این سیستم توان اینو داره که از سر بگذرونه. بله، سپاسگزارم از شما. به من از همه دوستان عزیز دعوت میکنم که قسمت دوم برنامه با آقای دکتر پارسای عزیز توجه کنند. تا لحظاتی دیگر به قسمت دوم برنامه توجه بفرمایید.